чанде пеш барои як гурӯҳ намандагони воздаҳои ахбори омма аз вилоятҳои Суғду Хатлон дар шаҳри Душанбе пресс-тур ташкил гардид. Дар доираи ин чорабинӣ нахуст иштирокчиён аз дафтари кори Асиапресс дида намуданд. Мақсад аз ташкили пресс-тур ин пеш аз ҳама огоҳии бештар пайдо кардани рӯзноманигорон аз фаъолияти кори расонаҳо ва ҳамзамон табодули таҷриба байни ҳам арзёбӣ карда шуд. Баҳманёр Надиров, муовини сармуҳаррири гурӯҳи расонаҳои Асиапресс, дар бораи таърихи ин сомона ва фаъолияти он дар замони имрӯза маълумот дод. Мо имрӯз бисёр шод ҳастем, ки гурӯҳи журналистон аз вилояти Суғд, аз вилояти Хатлон, аз дигар канори ҷумҳурӣ ба офиси мо ташриф оварданд. Мо кӯшиш кардем дар бораи раванди корӣ дар Асиапресс, дар бораи таърихи корӣ, таърихи Асиапресс ва умуман фаъолияти худамон маълумот диҳем. Ҳамчунин мо кӯшиш кардем ба саволҳои журналистони ҷавон ҷавоб дода бошем. Умедворем, ки اون آموزشی که امروز ما گذراندیم در عموم با ژورنالیستان فایده‌آور خواهد بود و آنها در فعالیت کاریشان که در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان کار میکنند از آنها استفاده میبرند و در پیشرفت کارشان کمک میکنند. سپاس اشتراکچیان چورابینه که 20 نفر را تشکیل میدادند با کاری روزنامه‌نگاران از نزدیک شناس کردیدند. چون که ذکر گردید تشکیل این گونه پرس تورها برای اندوختن تجربه و آموختن راه و اصول های معاصر فعالیت ساحه مساعدت خواهد کرد. باید گفت که چورابینه مذکور را اساسیاسی مشورتچیان خلقی جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه تامین دسترسی اطلاعاتی و حقوقی به نمایندگان واسطه های اخباری عام توسط اصلاحات حقوقی در تاجیکستان راه اندازی نموده است. بعدن سفری نمایندگان های اخباری عام از ولایت‌های خطلان و سوغد در اداره رادیوی وطن ادامه یافت. دایرکتور ژنرال رادیوی وطن سبحان جلیلوف با اشتراکچیان درباره تاریخ و فعالیت رادیو معلومات داد، همزمان با سوال‌های روزنامه‌نگاران نیز پاسخ گفت. تاثیرات خیلی خوب هم نیز گرفتیم از رفت کار، فعالیت خود بخش رادیو، گازتا و یعنی روزنامه اون با خبر شدیم، مثلا کارمندان اون اداره چگونه کار میکنن و باز مبادله افکار کردیم میانی هم سبقانی خود مثلا هم کسبانی که از ولایت سوغد بودن از ولایت خطلان بودن سوال جواب کردیم. این فکر میکنم یک تجربه خوبی است، تجربه اولین بار است که از طرف بعضی اساسیون است که برای ژورنالیست ها میخوان مساعدت کنند در فعالیت ژورنالیستیکشون. این یک تکون جدی میشه در فعالیت منبعی همین ژورنالیست های جوان که آنها از شرایط و بود و باش این رسانه های با نفوذ که در تاجیکستان با نفوذ هستند دیدن میکنند، از فعالیت اینها یک به خود یک تاثیرات نگی یک زینبی میاموزند، در آینده در فعالیت کسبیشان استفاده خواهند برد. روزنامه‌نگاران در دایره پرستور با خصوصیت‌های کار در رادیو، طرز آماده کردن برنامه و چطور به افیر برآمدن شناس شدند. همه وقت تجربه آموزی وارد شدن به استحصالات چیزی بسیار مهم است، مخصوصا برای کارمندان اداره ایجادی. و من امروز بسیار خوشحال بودم که خب یک گروه از ایجادکاران از منطقه‌های کشور، از دوشنبه و از خطلان و از سوخت در مهمونی رادیو ما بودن و خدا کند که یک چیزی جالبی برای خودشان گرفته باشن. و بودن در کارگاه استحصالی، بودن در استحصالات، بودن در جایی که ایجادی است، خب اگر برای شما کدام یک لکسه هم نخونن، خود دیدن این فضا، خود وارد شدن به این فضا در ذهن شما بعضی اندیشه‌ها را بیدار میکند و خود شما را به کدام یک فکر کردن وادار میکند. همزمان در آخری چورابینی مسئولین اساسیاسی مشورتچیان خلقی جمهوری تاجیکستان در دایره لایحه تامین دسترسی اطلاعاتی و حقوقی به نمایندگان واسطه اخباری عام توسط اصلاحات حقوقی در تاجیکستان نتیجه آزمون را که بین نمایندگان واسطه اخباری عام اعلان گشته بود جمع بست نمود. در آزمون 37 مواد گوناگون از جمله ویدیویی، آودیویی، مواد چاپی و الکترونی پیشکش کرده شدند. طبق بهاگذاری داوران آزمون، محمد زاکر روزنامه‌نگار از شهر دوشنبه سزاوار جای اول، افضل بوسلیف روزنامه‌نگار از شهر خوجند صاحب جای دوم و امونجان محیدینوف روزنامه‌نگار مستقل از شهر باختر سزاوار جای سوم دانسته شده با تحفه‌های خاطره‌ای قدرشناسی کرده شدند.